درود بر شما. به واقع در این دور و زمانه باید برای مردم ایران دل سوزوند، بایستی که آتش گرفت. واژه بهتر اینه. مردمی که روز و شب با زحمت، با تلاش، با گرفتاری، با کمبود، با نبود دست و پنجه نرم می کنن، بلکه زندگیشون رو بگذرونن. اون وقت همین مردم می بینید که کرونا به جانشون افتاده، نزدیک به 2 ساله، و اون پدر خانواده، مادر خانواده، فرزند خانواده که تا دیروز داشت با همین سختی ها دست و پنجه نرم می کرد، ناگهان به کرونا مبتلا میشه، ریش از کار میفته، سکته میکنه و میمیره. تمام شد. نباید برای چنین مردمی آتش گرفت، دل سوزوند. اون وقت در برابر این آدم هایی که مرتب میمیرن و زیر خاک میرن، اونهایی که مسئول هستن چه احساسی دارن؟ آیا احساس انسانی دارند؟ درکی از انسانیت دارند؟ که این آدمهایی که این گونه دارن میمیرن و میشد که نمیرن. 9-10 ماه پیش واکسن کرونا در دنیا تولید شد. همه ملت ها، همه دولت ها باید استقبال کنن، خوشحال می شدن، همه منتظر بودن، همه می گفتن آیا میشه کرونا هم واکسن داشته باشه؟ وقتی که واکسن تولید شد، طبیعی است که اروپایی ها و امریکایی ها هم پیشرفته ترن، هم امکاناتشون بیشتره، اونا جلوتر از هر ملت و دولتی بتونن دست به واکسن کرونا دسترسی پیدا کنن. ولی در میان بهت و حیرت جهانیان یک نفر پیدا شد به اسم سید علی خامنه ای و اعلام کرد ورود واکسن فایزر از آمریکا و اروپا را من به ایران قدغن می کنم. با افتخار هم گفت، تکرار هم کرد، و بعد هم گفتن که بله، ما می خواهیم خودمون واکسن تولید کنیم. گفتن که بله، فایزر میاد که مردم ایران رو از بین ببره. واکسن فایزر خطرناکه، اگر غربی ها واکسنشون خوبه برای خودشون استفاده کنن. نتیجه این سبکسری، این کینه‌توزی، این دشمنی، این در واقع سوء استفاده مالی و طمع، این شد که امروز هزاران تن از مردم ایران مردن یا در حال مرگن. چه باید کرد؟ اون وقت این آدم و آدم‌های مثل او، مثل رئیسی، مثل اون سردار سپاه، مثل وزیر پیشین بهداشتشون، انگار نه انگار که اینها اصلا از جنسشون، از جنس انسانه، انگار جنسشون یه چیز دیگه است. انگار نه انگار مردم دارن بابا اینا پدر خانواده است میمیره، مادر یک خانواده است میمیره، فرزند یک خانواده است که داره میمیره. بی انصافا، اگر پسر خودتون، دختر خودتون، برادر خودتون، همسر خودتون به این وضع مبتلا میشد، باز این گونه حرف میزدید که بله، ما باید خودکفا بشیم در ساختن واکسن و واکسن آمریکایی برای خودشون. نتیجه این شد که شد. خب چنین آدم هایی دم از عدالت هم میزنن. این خیلی جالب. و جالبتر این که آقای خامنه ای خطاب به رئیسی میگه که برید اعتماد ملت رو بازستانید، جلب کنید دوباره. اعتمادشون از دست رفته، دولت های قبلی موجب بی‌اعتمادی شدن. آقای خامنه ای، حضرت عالی رهبری، مثلا قدرت مطلقه داری، فرمان ممنوعیت واکسن کرونا رو صادر کردی. حضرت عالی، خوب و بد این مملکت هرچه بیفته خودت مسئولی،
خودت باید جوابگو باشی. چرا گردن این اون میاندازی؟ یه جوری حرف میزنه که انه ایشون رهبر مخالفینه، هیچ دخالتی هم در دولت و حکومت و گذشته نداشته، حالا باید گناه رو بندازه گردن یکی دیگه، یه مدت دیگه هم مردم رو سر کار بگذاره. من گفتم که دولت چنین و چنان کرد، خودت کردی. این بی‌عدالتی و فقر و تبعیض و مرگ و میر و گرفتاری نتیجه و حاصل کار خودته، گردن کی میاندازی؟ و اون زندان‌هاتون که یه تیکه فقط فیلمش در آمده، ما که سالیانی در این انفرادی‌ها و شکنجه‌ها بودیم میدونیم چه خبره، میاد اون وقت به دروغ میگید که این فیلم‌ها رو اسرائیل ساخته، این تصاویر فتوشاپه، تو زندان‌های ما نیست. از عدالت هم صحبت میکنید، دم از عدالت علی هم میزنید، انگار 43 سال توی مملکت هیچ کاره بودید، حالا امروز اومدید سر کار دولت اسلامی تشکیل دادید، قرار برای ما عدالت بیاره، رفاه و امنیت بیاره، آسایش بیاره. نه آقا، خودتون کردید. همین آقای رئیسی یکی از مهره های شماست. همین الان هم به گفته خوده، نیروهای سپاه پاسدار افتاده در بند فساد آقای قاسمی، آقای قالیباف. آقای قالیباف مرد هزار چهره دزد که رئیس مجلس انقلابیته، و اون سردار قاسم. و جالبه که این وسط فرماندهان سپاهی که میخواستن سید محمد رو بیارن، نه تنها خامنه اجازه نداد بهتون که سید محمدتون رو بیارید، بلکه پست فرمانداری هم بهش نداد. یعنی چی؟ یعنی آخوندا به شما سپاهیان تا اونجای اعتماد دارن که گاریچیشون باشید، نوکرشون باشید. مثل آدم های مثل قاسمی و قالیباف بچاپید و بدزدید و تأمین کنید منافع بالادستی ها رو. این مملکتیست که ساختید. و لابد آقای خامنه ای که اساساً چکش هم نمیگزه، اهمیتی هم نداره براش، که دیروز خودش ورود واکسن کرونا رو قدغن کرده، خودش این زندان ها رو ساخته، خودش این میگه که به آقای رئیسی میگه شما گونه برنامه ریزی کنید که گویا تحریم ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی بذارید تا من با دنیا بجنگم، یعنی بذارید تا من ویروس واکسن کرونا رو قدغن کنم، یعنی بذارید تا من هر کاری میخوام بکنم هیچ کس هم از من پرسش نکنه، مملکت هم اینجور مردم هم بمیرم. اینه معناش. تحریم ادامه پیدا کنه، شما برنامه ریزی کنید، نتیجهش اینه که هنوز هیچی نشده، دلار نزدیک 30,000 تومانه، وضع لبنیات و وضع گوشت و وضع خوراک و وضع میوه و وضع کرای خونه و وضع مسکن و وضع همه چیز رو هم داریم میبینیم روز به روز داره میره بالا. این نتیجه حکومت عدل علی شخص علی خامنه است. این نتیجه حکومت قدرت مطلق است و ولایت مطلق است. چرا گردن اینو اون میاندازید؟ و در این شرایط مردم ایران، ما هم مقصریم، ما هم مقصریم. اون چند میلیون، حالا من نمیگم 17 میلیون، اون چند میلیونی که پا میشن میرن به رئیسی رأی میدن، وقتی که داد میزدیم میگفتیم شریک در جرم خواهید بود اگر برید رأی بدید، شرکت کنید و به ویژه به این آدم رأی بدید، حال رفتن رأی دادن، اونا هم یه رقم یک گذاشتن، شد 17 میلیون. آقای خامنه ای میگه 17 میلیون به رئیسی رأی دادن، 40% هم اومدن شرکت کردن، این نشون میده پس مردم راضی هن. مردم از من راضی هن. حالا از روحانی ناراضی هن. این نتیجه کار ما مردمه. ای امان از جهل ما، ای امان از نادانی ما، ای امان از بیتفاوتی ما. اینی که وقتی که اون میبینه مردم، ما اینقدر مردم تو سری خوری هستیم، چقدر ما تو سری خوریم، میمیریم، فقیر میشیم، مریض میشیم، گوشه خیابون میفتیم، کف خواب میشیم، نمیدونم گور خواب میشیم، هنوزم تحمل میکنیم، یه عدمونم مثل گله های گوسفند با میشیم میریم به هر کسی اینو میگن رأی میدیم، و نتیجهش این میشه که آقا بعد از 43 سال و بعد از 30 سال قدرت مطلقه ای که خودش داشته، امروز میاد چشم میندازه تو چشم دنیا، میگه مشکل روحانی بوده، حالا دولتی جدید بیاد اعتماد مردم رو بازسازی کن. و انگار نه انگار که مردم، خب بیا و عذرخواهی کن، بگو
حضرت عالی عامل این بودی که واکسن کرونا توی مملکت وارد نشد. امروز بدترین شرایط ملت ایران در دنیا دارن به لحاظ مرگ و میر کرونا. کی باید پاسخگو باشه؟ اون وضع زندانته، اون وضع جاده‌هاته، اون وضع اقتصادته، این وضع اجتماعته، این وضع سلامتته، به چی مینازی؟ و چرا ما مردم اینقدر ساکتیم؟ و چرا ما مردم اینقدر بخشی هامون ابلهیم؟ بخشی از ما مردم ابلهیم. به دو فریب حرف رئیسی که نمیدونم رفت فلان گفت و فلان کرد میریم دنبالشون را میفتیم. چرا اینقدر ساده ایم و چرا اینقدر ساکتیم؟ هر روز باید بمیریم و خاک بشیم و از بین برویم و سکوت کنیم و تماشاچی باشیم؟ ای و اصلی ملت از خود ماست. بخشی از ما ابلهیم، بخشی از ما بی تفاوتیم، بخشی از ما منفعت طلبیم و امروز یک آخوند این گونه بر ما حکومت میکنه، ما رو میکشه، از بین میبره، چشم میندازه تو چشممون و میگه که بله باید عدالت برقرار بشه، ما به دنبال عدالت علی هستیم، عدالت چنین است و عدالت چنین است. چنه و فکر میکنه با یه مشت کرکور داره حرف میزنه و هستیم کرکور و لال. اگر کرکور و لال نبودیم که این بلا رو سرامون نمیابردن. لابد هستیم که سرامون آوردن. چرا اینقدر بیتفاوتیم؟ چرا اینقدر ساده لوحیم؟ و چرا بخشایی از ما اینقدر ابلهن؟ من امیدوار هستم که ما ملت ایران آگاه بشیم، مسئولیت پذیر بشیم، حرکت کنیم، اتحاد داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم و با این همبستگیمون بکسلیم و از بین ببریم زنجیر استبداد ملاهای حاکم رو. رفاه و امنیت و دموکراسی و پیشرفت رو برای ملت ایران و برای خودمون و برای کشورمون به وجود بیاریم که قطعا خواهیم توانست، به شرط اینکه از خواب خرگوشی بیدار شیم، از این مسئولیت ناشناسی بیدار شیم، کمی به خود بیایم، کمی مسئولیت پذیر باشیم و در برابر این ملاهای حاکم بیش از این سکوت نکنیم. پاینده ملت ایران، پاینده ایران و پیشرفت ایران و ترقی ایران و دموکراسی برای ایران و نجات از شر حکومت ملاهای ظالم حاکم بر ایران. پاینده باشید و بدرود.